خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب تحریم‌ها خواهیم گفت تا اعدام معامله‌گر طلا و همدستش و حضور خانم‌ها بالاخره در ورزشگاه آزادی. سلام آقای بهنود، هفته به خاطر غیبت روزنامه‌ها در هفته پیش و تعطیلات خب قاعدتاً با تحریم بازتاب تحریم‌ها در شروع شد، ولی بعد در آخر هفته همه چی تحت شعاع اعدام کسی که گفته می شد بهش سلطان طلا و اعدام، یعنی خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام تعدادی از عربهای خوزستان در اومد که هنوز هم باز مشخص نیست که بالاخره چه اتفاقی افتاده. بله، تو تکذیب شد این دومی، همه کسایی که به صورت مسئولین تکذیب کردن این دومی رو. اما بله، این بس هستش در بیرون از ایران و توی شبکه مجازی البته بیشتر گسترش داره، در روزنامه ها معمولا نیست، چون به آمادگی وجود داشت از موقعی که بهش به اصطلاح محکوم شد و بعد مراحل مختلف رو طی کرد. اینطور که گفته شد 43 روز بیشتر کل روند قضایی طول نکشید. این همزمان شد با دستوری که رهبر داد به اینکه سریع به این ماجرا رسیدگی کنین، و بعد هیئتی که در قوه قضاییه درست شد، قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه از رهبر اجازه گرفت، بنابراین این هیئت ویژه‌ای درست کردن و رفتن به این کار رسیدگی کردن که لابد در مقابل اوج گرفتن ماجرای ارضی مقاومتی بکنن. خب حالا ما شروع کنیم با جهان صنعت و تحریم‌ها بازتابش در جهان صنعت. خب جهان صنعت روزنامه اقتصادی است و طبعا این ماجرا ماجرای مهم میشه، ماجرای تحریم ها و اینکه سرنوشت ایران بعد از تحریم ها چی میشه، آدم ها چی میگن، کسایی که در داخل میگن حرفاشون چقدر انتقاد برمیانگیزه و چقدر غلطه چقدر درسته. موضوع اصلی بحث روزنامه بوده در طول هفته گذشته. الان هم تو که میبینید هم آقای ترامپ رو عکس اول داره، هم مقاله‌ای که داره از آقای هرسنی، اون مقاله راجبه مهمترین بخش استثناهاست دیگه، یعنی بخش چابهار، چون قبلا هیچ حدسی در این باره زده نشده بود. در مورد کره جنوبی اینا یه حدس و گمانایی میشد، ولی در مورد چابهار آخرین لحظات رسید و به هر حال موضوع مهمی است که در اونجا هم به آبادانی افغانستان خیلی کمک میکنه. از اول اینطوری بود، بعدم اصولا چابهار از نظر خیلی ها از زمانهای قبل از انقلاب به عنوان یک مرکز اصلی، به خاطر اینکه چابهار دیگه توی دریای آزاد هست و مثل خلیج فارس محدود به خلیج فارس نیست و اونجا دیگه حریفی هم ایران نداره، بنابراین بندر خیلی خوبی است، بندر آزاد بین المللی است و سالهاست روش کار میشه. البته به سرعتی که اول در زمان پادشاهی وعده داده شد جلو نرفته پروژهاش، ولی حالا به حال یه امیدم این است که این پروژه انجام بده. بیسش هم روی این هستش که افغانستان رو که راهی به دریا نداره یه راهی به دریا میدهد. بیشتر در واقع داره میگه که این رو آمریکایی‌ها معافیتش رو قبول کردن برای هند که یک راهی باشه که هند بدون دور زدن، یعنی با دور زدن پاکستان، یک رابطه با افغانستان و ایران داشته باشه و به راحتی بتونه تجارت کنه. ترکیب ژئوپلیتیک خوبیه دیگه. حالا تو ببینیم نتیجه چی میشه. بله. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. خب سازندگی دیگه، موضوع رو پیروزی زنان ایران در فینال آسیا دیدیم. بحث همطور که شما خیلی باش آشنا هستید طبق معمول، بحثی است که درگیر بوده است. بعضی از خانم ها به دلیل محدود بودن تعداد خانم، یعنی اینطوری نبوده که آزاد بوده که اونا مثل بقیه ورزشگاه دنیا برن همه جا، گویا یه لیستی بوده، از روی اون لیست میشده، ولی آخرش هم تعدادی. ولی بعد بالاخره در باز شده و یه تعداد دیگه رفتن. در صورت خیلی حرفای این که چه تعدادی رفتن چه تعدادی نرفتن چه چادر بودن بحث و گفتگوی مفصلی توی این وجود. البته من شخصا مثل سازندگی
و مثل خیلی از کسایی که فعالن در مورد حقوق زنان، این نظر رو میپسندم که وسط این هیاهو فراموش نکنیم که به هر حال این حاصل مبارزه خانم هاست. یعنی همه این سالها فشاری که آوردن، بالاخره این فشاره به اینجا رسیده. وگرنه اینکه فقط بگیم که اون رئیس فیفا اون بالا وجود داشت و اینا، این فقط اون نیست، فشارهایی است که اصولا در همه این سالها آوردن، زندان رفتن، تحمل کردن، نوشتن. بله. این نمیشه ندیده گرفت. بعدی روزنامه شرق هست. شرق چند، ببینید چند تا موضوع مهم هفته رو داره. یکی اون خبری که صادر شده، چه بین که چقدر صفحه شلوغی داره. بله، سعودی ها این وقتی که یه خبر عمده وجود نداره، معمولا شرق این حالو پیدا میکنه. توی اون خبری که منتشر شد درباره اینکه سعودی ها خواستار این شده بودن با یه شرکتی، نیویورک تایمز مدعی شد. بله. که اون رو این پایین داره که بله. ازش میگه سعودی ها به دنبال قاسم سلیمانی بودند. بعد مسئله آقای جهانگیری مطرح میکنه، ولی به نظرم یه موضوع مهم است که آقای صفوه فرهانی که خیلی با برنامه هایی که این دولت کار میکنه خیلی سر سازگاری ندارن. یعنی به حال توقعشون از این دولت بیشتر بوده است، بنابراین گاه گاه به عنوان مدیر موفق موقعی که صحبت میکنه از مدیریت ها انتقاد داره، پیداست تو لحنش پیداست. اینجا در این مصاحبه اما میگوید که به حال توجه داشته باشه که روحانی میراثدار یه دولت ویرانگر است، بنابراین هم تو خام هم نمیشه ازش انتقاد کرد. اون بالا هم اشاره میکنه به صحبت‌های آقای ظریف که اونم خیلی جنجالی شد در مورد منفعت برخی از کوشویی که شروع ماجراست، که کلی البته آقای ظریف در واقع گفتن که پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی یک واقعیته که کلی بحث شد سرش. روزنامه بعدی جوان هست با عکس جان بولتون. بله، جان بولتون. کاریکاتور جان بولتون. کاریکاتور با مزه هم هستش. اصولا این گزارش اصلی اصلش روی اون جمله ایست که اونا گفتن که حالا اون جمله به شکل‌های مختلفی داره نقل میشه، تا جان ایرانی‌ها درآید انقدر فشار بدهیم که آب لیمو شوند، انقدر فشار بچلانیمشان، بلا انواع اقسام ترجمه شده و تو همین گزارش هم دو تا ورسیون ازش اومده. ولی به هر حال اون حرف که حرف تندی بودش و معمولا میزنه از این حرفا، قدیم هم میزد آقای بولتون، با این کاریکاتور هم تطبیق داره، به خاطر اینکه این کاریکاتور داره سیبیل او رو در حالت بومرنگ. بله. یعنی اینا میره همه این حرفا که گفتین برمیگرده به خودتون در نهایت، حرف بر سر اینه. روزنامه بعدی کیهان هست که تیتر اول رو داده اعدام دو اخلالگر بازار سکه و ارز، نوبت محاکمه مدیران زمین ساز است. چیزی که روزنامه های حالا تندروتر خیلی روش تاکید داشتن این بود که باید بقیه رو هم اعدام کرد و نمیگه اعدام کنیم، میگه رسیدگی کنیم، رسیدگی کنید. و خیلی هم استقبال کردن از اعدام این دو نفر. و بعد حتی بودن روزنامه هایی که معتقدن چرا نیاوردین جلوی مردم اعدام نکردین. آره، تو روزنامه خوندی یا توی شبکه اجتماعی؟ اگر اشتباه نکنم روزنامه سیاست روز بود. که میگفتش که چرا این اتفاق اجتماعی زیاد نه 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 این مال روزنامه بود. و نکته عجیب اینه که در شرایطی که سازمان‌های حقوق بشر به خصوص عفو بین‌الملل بیانیه داده و کلمه‌ای که به کار برده گفته که ایران بی‌شرمانه نشون داده که برای جون آدم‌ها ارزش قائل نیست، و با اشاره کرده به کنوانسیونی که ایران امضا کرده و نمیتونسته کسانی که حالا توی اقتصاد و اینا کارهای خلاف میکنن رو، مگر فقط کسی قاتل باشه، قتلی انجام داده باشه، رو میشه اعدام کرد. ایران اومده اعدام کرده. با تمام اینها خلاصه اصولگرایان یا روزنامه های تندروی مثل کیهان خیلی هم خوشحال هستن. بله، در این حال این آب رو گل نکنید تیتر سرمقاله شریف مداری است که ادامه ماجرای حرف آقای ظریفه. در حقیقت ایشون اونجا به آقای ظریف، یعنی ادامه اون موجه، در حقیقت میشه گفتش که اون چی که آقای ظریف بهش اشاره کرد، یک بخشی رو که طرفدار این هستش که نباید رفت به طرف این نهادهای بین‌المللی مثل ATF، اون بخش رو به شدت عصبانی کرد. یعنی دوباره اون ماجرا رو زنده کرده. در حقیقت حرف آقای ظریف رو به نظر میرسه که خیلی هم نمیشه ایراد گرفت، انقدر که آقای دلیگانی و بقیه فکر کردن بکشه مجلس و استیزا و اینا، نمیشه باش راه انداخت، بخاطر اینکه او حرفی که زد
توزیع یک چیز علنی واقعی بود. دو روز قبلش روزنامه ها از قول مراکز بین المللی نوشته بودن که بیشترین حد پولشویی جهان در ایرانه، و مقصد این که این حرف تازه ای نبود. کشوری هم در دنیا نیست که توش پولشویی اصلا نشود. بنابراین اینکه آدم بگه که در کشورم پولشویی می شود مشخصه اون چیزی که آقایون حدس میزنن نیست، بلکه اونا دعواشون سر FATF. الان مسئله در واقع همون FATF که شما گفتین و این CFT که همون داستان مبارزه با پولشوییه. بریم سراغ برگزیده ها. آقای بهنود همشهری همون ماجرای ورزشی را آوردین. لیلی خورسند یک گزارش نوشته در بین اون دوتا بحثی که با هم صحبت چه میکردیم، بحثی که بین طرفداران رادیکال حقوق زنان و طرفداران مبارزان اینا وجود داره، لیلی خورسند یک گزارش میدانی داده، یعنی از اول بوده با این گروه 6 ساعت به قول خودش 6 ساعت برای آزادی، حالا به دو معنی، هم آزادی رفتن در خیلی گزارش برزش. خوبی بود، خیلی خوب نگاه از نزدیک همیشه نگاه های دور رو تصحیح میکنه و این خیلی گزارش خوب بود چون زوایای مختلف هم میبوشون. حالا خیلی مفصل نمیشه نقلش کرد، خیلی خلاصه بخوام بگیم که خب یک روزنامه‌نگاری تونسته، یک روزنامه‌نگار زنی تونسته بره، از اینکه ساعت‌ها پشت در استادیوم اینا معطل بودن و منتظر بودن و میگه حتی بعضیا ساعت 9 صبح اومده بودن که حالا عصری بتونن برن تو، و خلاصه خسته بودن اصلا زن‌ها و اصلا تکلیف معلوم نبود. حتی اونایی که رسما دعوت شده بودن. بله. نکته با مزهش اینه که وقتی رفتن تو گفته که مثلا من خبرنگارم، گفته بعد بری تو تونل، بعد این میگفت مثلا نمیدونستم تونل کجاست. خب قبلا که نرفته بودن. و یه چیز دیگه هم که قشنگ بود توضیح میداد این بود که وقتی که بالاخره به زنها اجازه ورود دادن، تمام تماشاگرها بلند شدن به احترامشون و دست دادن و تشویق کردن، مردات همراهی کردن و همراهی خوبی هم کردن. در این حال این مقاله آقای هیوا یوسفی هم مقاله خوبی است، ورزش نویس کر و کور، که خطابش به رسانه‌های ملی است به اصطلاح صدا و سیما. ایشون هم همینو میگه، میگه که حالا همه چی استادیوم مثل همیشه بود، تفاوتی نمیکرد به جز استقبالی با شکوه از گروهی که انگار فاتحان تاریخن. بله. علارغم اینکه همه استادیوم و تمام خبرنگارا و همه دنیا روی همون چی میگن تکه کوچکی از استادیوم زوم کرده بودن، صدا و سیما کاملا نادیده گرفت. خب برگزیده بعدی گیلوا. بله گیلوا، یه بارم گیلوا رو ما نشون داده بودیم، شماره 152ش هست، دو ماه نامه است که در رشت منتشر میشه و به دو زبان گیلکی و فارسی منتشر میشه. من نمیدونم، من چند شماری بود ندیده بودم این حالو دارم یا واقعا اینطوری است، باید از آقای پوراحمد پرسید. به خاطر اینکه من یادم نمیاد که دفعات قبل این همه وزن داستان و شعر و اینای به زبان گیلکی توش زیاد بوده باشه. به زبان گیلکی؟ بله به زبان گیلکی. مثلا به زبان دیگه؟ بله. ولی نه، منم سوال کردم که به زبان گیلکی. بله، همین این باعث بحث میشه. من به عنوان یه نیم گیلک تصورم این نبودش که، یعنی تا حالا شاید ضعف من بوده، تا حالا فکر نمی‌کردم که گیلکی زبانه، باور داشتم که لهجه است. به دلیل اینکه دلیل واضحش این استش که وقتی که افراد انگلیسی گیلکی صحبت می‌کنن فارسی زبونا می‌فهمند، یعنی مثلا کردی یا ترکی نیستش که نمی‌فهمن، یا عربی. نه به خدا، بعضی وقتا من متوجه نمی‌شم. حالا شما بالاخره ریشه‌ای دارین، بالاخره ریشه‌ای که متوجه. من نمی‌فهمم. خیلی از جاها رو به خصوص، من اینجا شعرهای مثلا آقای پاینده و سروش گیلانی اینا رو می‌خونم، چقدر شعرهای خوب بود. بعد از همه مهم‌تر این که قصه نوشته است، قصه خیلی شیرینی هم داره تو اینجا، توی این چه بذارید بیارم این شروعش رو به شما بگم. مجید دانش‌آراسته که قصه نویس خیلی خوبی هم هست، بارکج رو اصولا از ابتدا تا انتهاش رو به همون زبان گیلکی نوشته. سرمقاله هم آقای احمدپور پیداست عصبانیه. خلاصه این یه ذره انسانیت اسمشه، فکر میکنه از یک بچه‌ای که در اون دوران در دوره انقلاب میدیدنش پاشم ناراحت بوده در
انقلاب در همه صفحات شرکت داشته و اینا، و حالا داره میبینه که به روزگاری ماده نه تنها سهمش از انقلاب نگرفته، بلکه انقلاب رو از او دزدیدن، بد جوری هم دزدیدن. بنوشته های عمل بریم اندیشه پویا رو ببینیم. بله، اندیشه پویا خب همون نشریه پروپیمون ماهانه است که همیشه در توضیح و توصیفش میمونیم، یعنی هم اون ستونهای مورد علاقه شما هست، توش پرباره خیلی و خوندنیه، و هم بقیه ستوناش. شما ازش چیزی به نظرتون رسید؟ یک گزارش خیلی خوبی بود از خانم محمدی، الناز محمدی، که رفته بود از وضعیت زنانی که توی سالهای جنگ بین ایران و عراق در واقع دچار آسیب‌های شده بودن و با اینا مصاحبه کرده بود و پای درد دل اینا نشسته بود، و اینکه چقدر تفاوت هست بین کسانی که دچار معلولیت جسمی شدن که زن بودن یا مرد بودن در دوران جنگ. و خب داستان‌های خیلی تلخ از این سه زن، اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده. واقعا مثلا اولش میگه که اکرم سر که بلند کرد مادرش سر نداشت، و خب در هر صورت اینکه، و بعد خودش پاش رو از دست میده فکر میکنم، در هر صورت از وضعیت زنانی میگه که تعدادشون هم کم نیست. به گفته این گزارش 5735 نفر هستن و از مشکلات اینا درصد گزارش بسیار خیلی خوب. چند تا مصاحبه خیلی خوب داره این شماره. یه مصاحبه کرده با آقای علوی تبار. برای اطلاع شما، آقای علوی تبار تو تمام اصلاح طلبان صاحب نامی که شما میشناسین، حالا اهم از آدمایی که اکتیو بودند و توی صحنه مثلا وکالت و وزارت بودند، چه کسایی که تئوریسین بودند مثل آقای حجاریان و مثل آقای عبدی و اینا، از همه اینا جوان‌تره. این مصاحبه‌ای که رضا خجسته کرده با آقای علوی تبار خیلی خوب علوی تبار رو به همه میشناسونه، یعنی کاملا توضیح میده. به خاطر اینکه یه جایی هم که معمولا آدما درباره گذشته خودشون دوست ندارن صحبت کنن، او صحبت میکنه، میگه بالاخره ما رادیکال بودیم، ما اون زمان به شدت با مهندس بازرگان مخالف بودیم، ما اون زمان به شو اومده بودیم از گروگانگیری همه اینا، و بعد که میره جنگ هم با همه سن کوچیکی داشته اونجا هم میذاره، تعجب انگیز شد اونجا هم جنگ تن به تن و اینا میرسه، و یه صحنه فوق العاده ای رو توصیف میکنه راجع به اینکه تن به تن با این یک عراقی غول پیکر همدیگه رو میزنن یه 20 دقیقه همدیگه رو میزدن به قصد کشتن، بالاخره ایشون موفق میشه، و بعد از اینکه اون رو سر به نیست میکنه، بعد 4 5 ساعت باهاش تو اون سنگره تنها بوده. احساس خودشم در این حالت میگه. خیلی مصاحبه خیلی خوبی است که رضا خجسته کرده. یه مصاحبه دیگه ای هست که علی ملیحی کرده است با آقای بهزاد نووی، اون هم مصاحبه خیلی افشاگری است برای کسایی که علاقمندن بدونند، که برام بخش تاریخه که ملیحی هست دیگه، به خاطر اینکه آدمای بدونن که ماجرای پایان گروگانگیری چگونه شد، چون آقای نووی رفت. مثلا چیزی که یادآوری میکنه که جالبه، چون تا حالا همیشه وقتی صحبت از این میشد که چرا آقای بهزاد نووی رفتش و مذاکرات رو انجام داد با هیئت الجزایری آمریکایی برای اینکه پایان بدن به جنگ، و تقصیرها رو از این بابت میزنن گردن او. یه سوال میکنه ملیحی، اون وسط سوال خوبی هم هست، میگه چرا شما رفتی اصلا، چرا وزیر خارجه نرفت؟ بحث همش مالی بود، چرا وزیر دارایی نرفت؟ اونجا به یاد میاره که سر وزیر خارجه و وزیر دارایی بین بنی صدر و به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر آقای رجایی دعوا بود، و بنابراین این دو تا وزارتخونه وزیر نداشت. در نتیجه من رو که وزیر مشاور بودم فرستادن که نماینده اونها باشم، ولی هیئتی که بود به حال از هر دو طرف بود. به حال مقصدم این است که از غیر از اینکه بخش مفصلی هم راجع به آقای آشاته داره که فوق العاده خوندنی نیست، به حال شماره خوندنی است شماره 54. حالا از سیاست و گروگانگیری بریم سراغ موسیقی و آقای شجریان که ویژه‌نامه هنر موسیقی شماره خیلی خوبی داده است آقای ستایشگر. هنر موسیقی شماره است که از ابتدا تا انتهاش راجع به آقای شجریان. اولا در این فاصله هنر موسیقی خوب به خاطر کاغذ یا هر چیزی کوچیک شد، که به نظرم اتفاقا قطع مطبوع‌تری پیدا کرد، البته چند شماره از شدین داده است آدم های مختلفی که اتفاقا کسایی که مثل خود آقای ستایشگر مدیر روزنامه که اهل همین کار، اهل موسیقی سنتی هست، خیلی خوب میشناخته، بعضیشون ما نمیشناختیم و اونها
نشون میده یادداشتشون که چقدر مطلعن از گذشته ها، مطلعن از دوره جوانی های شجریان، میگن عکسای خیلی خوبی میدن از اون دوره کوه رفتن با علی هاشمی و عرض کنم که آقای شفیع کدکنی و اینا، خاطرات مختلفی هست، از جمله اینکه برای اینکه دیگه واقعا نهایت کمال رو این شماره داشته باشه، حتی آقای ممرز زیا که استاد ادبیات هستند، ایشون هم مقالش هست که انتقاد داره به آقای شجریان و یک دو مورد انتقادهای خودش رو میگه، و بنابراین اینطوری نیستش که فضا کاملا در تحسین و تجلیل باشد، و تقریبا میشه گفت که این شماره رو همه خواستاران آقای شجریان باید داشته باشن. شماره خیلی خوبیه برای من. عالی. مجله فیلم رو ببینیم. بله، مجله فیلم، این تصویر که داریم میریم مال فیلم گردبازی است که همه آدم های صاحب نام خانم هانی، خانم توسلی و خانم جواهریان و علی مصفت توش بازی کردن، ولی این پایین داریم نقد فیلم های روی پرده. اول از همه مغزهای کوچک زنگ زده. مغزهای کوچک زنگ زده الان اگر آقای همین سیدی بهش بر نخوره، مثل بختک افتاده رو سینمای ایران، به خاطر اینکه همه در موردش دارن حرف میزنن. هر جا که شما میرین در برای صحبته، هر روزنامه ای که باز میکنین در برای صحبته. این در حالی است که آقای سیدی معمولا این جلسات مطبوعاتی رو خیلی با آرامش ادامه نمیده، یعنی تو اون جلسات هم گفتگو بزن به کوب هست، ولی در این حال هیچ روزنامه خودشو الان مردم نمی‌بینه. خیلی موفق از نظر مردم و یه فیلم اجتماعی بسیار موفقی جلوه میکنه، اینطور که ما از دور داریم. من که فیلم رو ندیدم ولی میگن خیلی فیلم تلخیه. ولی چون یه بخشی از جامعه رو داره باز میکنه، اون بخش فقر و بزهکاری، یعنی مقاله نوشته میشه راجع به مشکلات اجتماعی، به هر حال باید بره اینجا نشتر زده بشه دیگه، و به نظرم خیلی خوب و با فکر این کار صورت میگیره، و تصور میکنم که این خیلی مقدمه خیلی خوبی است برای حضور جهانی آقای سیدی. به نظر من اینه، من تصور میکنم این اتفاق خواهد افتاد. به حال مجله فیلم است، مثل همیشه یادداشت‌های خیلی خواننده. اول یه دونه از یادداشت‌های شما خونده بودین، چی بود؟ چقدرتون در مورد یه یادداشت هست از آقای خسرو دهقان به نام و باز یک شاخه گل. یه پیشنهاد خیلی عجیبی میدن، خب در مورد در واقع در مورد آقای انتظامی و فوت ایشون هست، که خب ضایعه بزرگی بوده برای اهالی سینما و دوستداران ایشون. در این میگن و میگن که باید چه کار کرد. من در حد بضاعت خودم پیشنهادی دارم و این پیشنهادشون اینه که شایسته است که اگر نه همه اهالی کوی و برزن در چهار گوشه مملکت، بلکه لاغر هر یک از اهالی سینما شاخ گلی در دست سری بزنند به هزاران زایشگاه سرتاسر کشور و سراغ پدر مادری را بگیرند که تازه به نورسیده دار شدند، شاخ گل را با آنها پیشکش کنند و با آنها با ادب و احترام خواهش و تمنا بخواهند که اسم فرزند پسرشان را عزت بگذارند. خوبه دیگه، خوبه، پیشنهاد است برای تجلیل. من چیزی نمیگم. جالبه، در هر صورت اینم پیشنهادیه. فیلم نگار رو هم خیلی مختصر اگه بشه نگاهی کنیم بهش. فیلم نگار هم ملاحظه میکنی که تحت تاثیر مغزهای کوچک زنگ زده است. یه چیزی من بگم، ولی با بازی که از آقای هومن سیدی در سریال عاشقانه دیدیم، یک فیلم انقدر تلخی که همه هم در مورد تلخ بودنش خوب اشتراک. آره، اون همه طنازی بعد یه چنین چیزی. بله، خوبه. خب بریم. فیلم نگار خب نشریه است که مال فیلم نام نویسان هست، ولی در این حال خوب تاکید کرده به فیلم پرفروش هفته، مصاحبه‌ای کرده است با خدای هومن سیدی، مصاحبه با مزه‌ای هم هست، غیر از اینکه از همین زاویه فیلمنگار از زمینه فیلمنامه نویسی، البته راجع به سینما است ولی بیشتر تاکیدش روی فیلمنامه است. عالی. کارتون آخر از محسن ایزدی هست. اینم خیلی رادیکال است. صفحه داره مجله خط خطی اسمش هست رادیکال ها، که حالا بیشتر اوقات هم ایزدی میکشتش. اینجا داره نشون میده که اون مرد رادیکال نزدیک شد به این بیچاره، گرفت و بعد خلاصه زد و از کافی لهش کردش، و بعد در حالی که دیگه دست به دامن نوشابه شده بود، این بهش چی میگه؟ میگه میگه خودت رو خسته نکن عزیزم، در مقایسه با کارهای مسئولان تو خیلی شیرین و ملوس به نظر میرسی. رادیکال دیگه.
خب نکته آخر رو هم میخوایم بخونید آقای بهنوت؟ نکته آخر هم بخونیم؟ بله وقت داریم. اتفاقا به همین مسئله پرداخته که در جای دیگه هم بهش اشاره کردیم و ببخشید در جای دیگه بهش اشاره نکردیم، و اون این که این هفته من یه کاریکاتوری رو فکر کردم بذاریم که کاریکاتور خیلی خوندنی بود ولی وقت نکردیم. این هفته هفته کتابخوانی بود، به هم جهتم شهرام شهیدی نوشته که باز رسیدیم به این هفته کتابخوانی و باید باشه از نظر ما هر روز روز کتاب است. به رفیق هم میگم در مورد فلسفه چه کتابی بخونیم، میگه بیشوری. میگم در مورد پزشکی و ستاره شناسی اینا چی بخونیم، میگه بیشوری. شرمش میشه مستقیم به من بگه بیشور، زیگزاگ میزن. نکته مهمی که شهروند محترم چند بارم کتاب بوشونی رو بخوانن، حالا او میگه با شعور نمیشوید. راستی قاچاق کتاب دقیقا یعنی چی؟ یعنی یه نفر به خانومش بگه با همکارام میرم مواد بکشم، بعد یواشکی بری کتاب بخونه. قاچاق این. دبیرستان که بودم در یکی از کتاب ها موفقیت در یک دقیقه رو فهمیدم چیه. باید به زندگی امید داشت و با نگاه کردن هر روزه به تصاویری که آرزو دارید به اونها برسید، انرژی مثبت بفرستید تا برسه. ما هم از صبح تا شب همه این سال ها تصاویر لامبرگینی و پورشه رو نگاه کردیم و بالاخره پلایت خریدیم. این در مورد تأثیر کتاب و کتابخانی شوخی کرده باشه. یه چنین تأثیری گذاشته بود در زندگیشون. ممنون آقای بهنوت و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بفرستید. راه تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنوت همینجا با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.